خب این چی بیت؟ این رخه. خب رخ چی بیت؟ رخ همون قلعه است. خب این قلعه چی بیت؟ قلعه همین مهره ای که الان داری به من نشون میدی. خب پس این چی بیت؟ این سربازه. خب این چی بیت؟ از قضا ایشون هم سرباز هستن. نه خب پس این چی بیت؟ اون فیله. این فیله. بله. تو فکر وکردی من تو عمرم فیلم ندیدم ها؟ تو فکر وکردی که از شهر وی آمدی و تونی هر کلاهی سر من وزاری ها 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 خدا چقدر بدبخت. نه میدونم اون فیل نیست ولی بچه ها تو محل اونو فیل صدا میکنن. خب حالا ببین اصلا اینو مهم نیست که این چی بید یا اون چی بید، مهم اینه که تو الان قواعد بازی شطرنج رو یاد بگیری، قانونش رو یاد بگیری، تاکتیکای بازی رو یاد بگیری، بعد مثلا استراتژی رو یاد بگیری. یا از خودت حرف سیاسی در نکن، من همه این چیزایی که وگوی خودم ودانم. شوخی میکنی؟ تو شطرنج بلدی؟ من عضو این تیم شطرنج بانوان برره ویدم. جدی میگی؟ مگه برره تیم شطرنج بانوان داره؟ نه. میدونستم. خب میخوایش بازی رو شروع کنیم؟ شروع بکنیم. خب بریم. خب ببین الان چیز باید بشه، این یعنی مهره سفید به لحاظ قواعد بازی شطرنج مات. اینجوری که نمیشه، این ببخشید این کفش رو ما برداریم از اینجا، ما باید مهره ها رو اول بچینیم اینجا. خب نه و خود همیشه بچینیم. چرا میخوان از اول بازی رو شروع کنیم؟ خب بدونه. بیا اینجا الان. خب مات. ببین سرناز اینجوری که نمیشه، آخه حرکتی انجام نشده که تو میخوای منو مات کنی، من باید یه حرکتی کرده باشم. این کفش رو بردار من اینجا. ببین بیا مات. واقعا که سرعت عمل جای تقدیر داره. در ضمن تو شطرنجت هم خیلی خوبه ها. خب ولی تو اصلا شطرنجت خوب نبید، من فکر بکنم که این به خاطر این سایز کفشت بید. کوچیک پاس، اگه بزرگ پا بشه درست بشه. اعتماد به نفست هم خیلی خوبه. خب دیگه نه بخواد چیرین زبانی بکنی، پا بشه برای سر کار. این بیچاره دوآشه من از صبح رفته سر مزرعه، اون وقت تو اینجا از خودت خوشگذرانی در بکنی. اتفاقا می‌خواستم همین کارو بکنم. فقط یه سوالی دارم، شما برره‌ای‌ها چرا اینجورین؟ آیا یعنی میگم که خیلی فهمیده این، چقدر ماهین، چقدر خوبین شما. خب اینا همه ژنتیکی بین. پس ژنتیک هم میدونین چیه؟ نه. پدر من این اسب پاش وشکسته، من سرشه و برم که راحت بشه. سلام علیکم، ببخشید میتونم یه دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ نه، نه باشه. آقا ببخشید، حال شما خوبه؟ تو طبیب بیدی؟ نه خیر، من چند تا سوال داشتم، ببخشید. به من چه مربوطه؟ نه خیر، ببخشید، میخواستم فقط ببینم اینجا کجاست و همین. به تو چه مربوط بید؟ عجب. ببخشید خانم های محترم، من چند تا سوال دارم. حرف زدنشو نگاه بکن، ریختشو نگاه بکن. سلام علیکم، خسته نباشید. ببخشید من میتونم چند دقیقه وقتتونو بگیرم چند تا سوال از شما بکنم؟ ها از طرز صحبت کردنت معلوم بید که غریبه بیدی. بله متاسفانه درسته. بله ها، این چه طرز لباس پوشیدن بید؟ چرا انقدر لباسات توی زایه بید؟ ها؟ ببخشید شما نمیبینید نه؟ ها نه من نمیبینم. این چند تاست؟ این دو تا بید. دو تومن بشید. چی دو تومن؟ سوال بکردی جوابتو ودادم، دو تومن بشید. بله ببخشید. خواهش برد. بفرمید. بله. ای که یه تومن بید، یه تومن دیگه باعث بدی. بله خیلی معذرت میخوام، ببخشید. بله بفرمید. خیلی خوب، دیگه سوالی نداشتی نه؟ چرا اگر اشکالی نداشته باشه چند تا سوال ازتون بکنم. من فقط میخواستم ببینم اینجا کجا هستش و من کجا میتونم یکمی استراحت بکنم. بله. ایجا برره بید، شما هم بتونی بری میدان برره، اوجا بری کافه، اوجا استراحت بکن. آها دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم. خواهش بکنم. نه چهار تومن بشه. چی دوباره؟ ببخشید دو تا سوال بکردی، دو تا دو تومن بشه چهار تومن. بفرمید دو تاست. دو تا. خواهش. ای
ای گوشه نداشته بید. بله بله. خواهش. ببخشید. بله گوشه. بله من عوض کردم برات. خواهش میکنم. خواهش میکنم. آه. ممنونم. مرد تازه وارد و با مزه همه چای نخود مهمان من میدن. سلام مسافر غریب شما بیدی؟ بله الان که داشتم بر ایمدم یه شعر برای در و کردم اگه ایزه بدی بخونم. آخه چه مهمون نواز، ممنونم، خواهش میکنم. بخونم؟ بفرمید. و ایامدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا بی وفا؟ حالا که از پا افتادم چرا؟ خوبید؟ بله بله خیلی خوب، خیلی خوب. فکر میکنم یک جایی شنیده بودم قبلا. اه این داره توهین بکنه به طب شعر من. نه 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 من جسارتی نکردم. در هر صورت خیلی ممنونم. خواهش میکنم. پنج شمان بشید. بده. چی؟ پنج شان، دو تا هم به خاطر شعری که دربه کردم برات، سه تا هم به خاطر اینکه لطمه وزدی به طب شعر من. پنج شان من بشه. دست در نمکنه. بده دیگه. این گوشه نداشته بید. دست در نمکنه. خداحافظ. آخ جون، دعوا شد آقای بچه ها بریم. دعوا اینا الان همدیگر رو میکشن ها؟ ها، نگران نباش، اینا عادت بکردن. من با اجازتون مرخص بشم اگر اشکالی نداشته باشه. پول چای نخود ما چی بشه؟ اون آقا گفتن که مهمون من هستید. لابود دوستمون از فعل معکوس استفاده بکرده ها. پول چای نخودت بشه 10 تومن. بعدی یا ازت بگیرم. نخیر من میدم خدمتتون. افعال معکوس چی؟ این چه گوشه نبداش؟ نه ها گوشه نبداش. خیلی خوب خیلی خوب، برو برو مهمون من بیر. پول وده جانم. پول وده. پول برای چی آخه؟ پول زور وده. زور بله. چقدر اون وقت باید بدم؟ هرچی کرمت بید. اینا هیچ کدام گوشه نداشته بیدا. اگر گوشه نداشته بید که پس چرا گذاشته تو جیبتون؟ و درد تو نبخوره، من میخوام وندازمش دور. خب میدادی من برات عوضش میکردم در هر صورت. نه نه من خودم وندازمش دور. عجب بسیار بسیار. من فکر میکنم که شما واقعا گونه های کمیابی هستید، واقعا کمیاب. من میتونم روی شما عزیزم چند تا آزمایش کوچیک انجام بدم؟ ها برو رو اقوام و فامیل آزمایش انجام بده. تو مثل این که تنت بخاره یه جوری. نخیر نخیر من غلط بکنم. ببخشید
من فقط یه سوال کوچیکی از شما بکنم. ببخشید، همه اهالی اینجا به شغل شریف زورگیری به شما مثل شما مشغول هستن؟ همه نه، اونایی که ارزه ندارن میرن توی مزرعه کار وکنن. جان وکنن دیگه اینجوریه. آها بله، مزرعه. بعد این مزرعه که میفرمایید کجا هست؟ اینجا جانم. اونجا بید. کجا یعنی؟ اونجا. آها متوجه شدم. بله اونجا. اونجا نمیگید یعنی یه جوری. بفرمایید، خواهش میکنم، چون من یه مقداری در پیدا کردن آدرس ضعیف هستم. حالا اگه ممکنه دقیق بفرمایید کجا؟ اونجا بید. آه اونجا. خیلی ممنونم، سپاسگزارم، با اجازتون. خدا نگهدار. ببخشید شیر فرهاد، من مزاحم کارتون میشم. ما الان داریم چی کار میکنیم؟ یکی از مهمترین مراحل کار در مزرعه بیدم. بله بله. این اسمش چیه اون وقت؟ این مرحله جوان زدن نخود بیده از توی بذر. بله بله، بسیار مهم هم به نظر میرسه. البته من واقعا شکی ندارم که نقش ما این وسط چیه اون وقت؟ ما باید به جوان زدن این نخدا گوش بکنیم. یعنی تو واقعا فکر میکنی که مؤثر هستی من و تو این وسط؟ نه و فهمی؟ جوانه نخود احتیاج به تشویق دارد تا در بیاد. تا تشویقش نکنی از زیر خاک در نیاد. تشویق بکن. وزن بیرون. وزن. وزن بیرون. وزن. وزن بیرون. کمرم شکست. چقدر حرف بزنی. گوش بگی. خسته نباشی. ببخشی، شما نمیدونید چرا من توی خراب شده موندم؟ نه متاسفانه بنده، نه خیر. شما نبدانی این خانواده ما چی بخواد؟ نه؟ نه خیر بنده. حالا چیه حرفت هم بزن؟ بنده غریب هستم، تازه رسیدم اینجا. بله خب اینه. چی کار بکنم؟ خدمتتون عرض کنم که خیلی برام جای تعجب داشت. میخواستم بپرسم که اگر فضولی نباشه چی کار دارید میکنید؟ فضولیه ای که گفتی فضولی بیده دیگه. خبر مرگمون داریم به جوان زدن نخود گوش میکنیم ما الان. بسیار اعجاب انگیز هستید شما. ای که گفتی خودتی دیگه؟ دیگه این که هیچی. من برای یک سری تحقیقات داشتم به مرداب اون سمت آبادی شما میرفتم که سر راه اتفاقی به این ده رسیدم، به ده شما. اتفاقی به این ده رسیدی؟ ده اونجاییه که توش زندگی بکنی. ده اونجاییه که بوات توش زندگی بکنه. ده اونجاییه که جد آبادت توش زندگی بکنه. اینجا بخشه. حالا فرمایش. فرمایش که عرضی نیست بنده. نگفتم، من اکولوژیست هستم. منم شیر فرهادم. بسیار خوشبختم. بله بله. دیگه خدمتتون عرض بکنم که هیچی بنده، اگر جسارتی نباشه میخواستم یک مقدار از خاک اینجا بردارم برای نمونه آزمایش. تو خجالت نبکشی، کوبیدی از آن سر دنیا آمد اینجا نمونه بدی. خجالت نبکشی تو. بابا یه ذره خاک میخواد. خاک ای همه خاک بردار. تو خجالت نبکشی با یه هیکل خاک بازی بکنی. نه خیلی خاک بازی نیست قضیه. البته بنده برای شما مطمئنم که نتایج جالبی رو. ببخشید نتایجشو میشه به بندم گزارش کنی؟ حتما بنده امشب فکر میکنم برای شما سورپرایز داشته باشم. خواهش میکنم. چی بگه؟ سورپرایز. خیلی ممنونم، متشکرم. خیلی به من خاکت ها ورداشتی. بله برو. خیلی کمک فرمودید. با اجازه، ممنونم. ببخشید. بزن.
کیفرها آه. اینجا مثل این که جوونه های سبز شد داره میره تو گوش من آه. میتونم برم اون ورو گوش کنم حالا ایوری گوش بگیر ای گوش تا وزاری ذره ایورتر بیا که تو گوشت نره بگو وزن بیرو وزن بیرو وزن بیرو وزن نو فهمی تو هیچی تو زندگیت نو فهم وزن بیرو وزن وزن ای خوشگل ای سیبیل در ورفته ای قهرمان ای جنرال دوگل همین میگم تو هم خوب بلدی پاچه خاری بکنی جیگر خواهش بکنم ببند و دهن گاراژتا بگو ببینم چه میخوای اومدی اینجوری پاچه خاری میکنی مرخصی بخوام دیگه مرخصی مرخصی چند روزه یه روزه بخوام به جان تو کمتر از یک هفته درخواست بکنی من واقعا ناراحت میشم تو چقدر مهربون نشدی قربونت برم خب یه هفته مرخصی بده بسم بید تو یا خیلی پر روی یا خیلی احمقی نه پر رو که نبیدم فکر نمکنم پر رو نبیدم مرخصی به مرخصی باش دور گم شو مرخصی بخون خوب میدونی چیه تو دست من؟ نه این تلگراف تلگرافیست از مرکز میدونی یعنی چی؟ نه توش نوشته که جهت پاکسازی اراضی تحت امر والا حضرت هر ژاندارمری 24 ساعت فرصت داره که هرچی بیشتر متهم با پرونده به مرکز بفرسته فهمیدی؟ میدونی در ادامه چی نوشته؟ نه نه نوشته بدیهیست هرچه تعداد متهمین هر بخش بیشتر و پرونده آنها سنگین تر باشه ژاندارم آن بخش ارتقاء درجه بیشتری پیدا خواهد کرد میدونین یعنی چی؟ ارتقا نه خب نه یعنی این که من یک شبه میشم جنرال نه میدونی یعنی چی؟ نه خب یعنی این که با این همه کتکله و شمپت که تو برره وجود داره جنرال شدن من حتمیه میدونی یعنی چی؟ نه نه و زهر مار نه و زخوندر خب بس تو چی میفهمیدی؟ نه بدونم خب چی بیرون باش برگم شو بیرون برو گم شو بیرون مرخصی بی مرخصی فردا روز تصویه حساب من با این برابری ها یک کتکلمی باشم سالار خان ها این کیه ها این جگر کی بی چیفر ها ها وگوام ای کیه اجازه بدین استاد آقایون میخوان که با شما بیشتر آشنا بشن بله حتما من اکولوژیست هستم کارشناس محیط زیست و مدام در سفر هستم و کارم هم تحقیق و پژوهش هست. وای الان اینایی که گفتی نه یعنی چه؟ یعنی اینکه الان آبروریزی نکنی ایشون دانشمند هستن. ولی همین الان یعنی چه؟ یعنی اینکه یک عمری درس خوندن، با سواد شدن، علم اندوختن، الان یک آدم با سواد اینجا نشسته. چی بشود؟ یعنی که درس خونده، این سیکل و گرفته. آها از این علاپای بیکاره از این سیکلدارای بیکار بید چه بشد؟ این سیکل گرفته بیکار بیده ببخشید من عرض میکنم الان خدمتتون الان بگوه بنده به واسطه شغلم مدام در سفر هستم اتفاقی از برره شما رد میشدم که حرکات و رفتار عجیب و غریب مردم شما توجه منو جلب کرد و من تصمیم گرفتم که یک سری آزمایشات رو روی آب و خاک شما انجام بدم و خوشبختانه یا متاسفانه به نتایج حیرت انگیزی هم دست پیدا کردم حالا این معنیش چیه اینایی که بگو؟ چه بکنی؟ دیگه خود توضیح بیشتری بدید بله من طی این آزمایشاتم متوجه شدم که آب برره میزان قابل توجهی گوگرد داره مقداری آهک و البته مقدار فراوانی ساکاروز تبریک نگوییم چیگر ببخشید الان اینایی که گفتین خوبه یا بده فاجعه است یعنی تمام این رفتارها و اخلاقهای عجیب این مردم به خاطر مصرف همین آب هست شوخی میکنید جدی عرض میکنم یعنی الان ثابت شده که عوامل زیست محیطی نقش بسیار بسزایی در اعمال و رفتار مردم اون محیط داره ها اینه نه بفهمید ببینید
این مصرف این آب برره باعث شده که شما تبدیل به گونه کمیابی، گونه های کمیابی از جانداران بشید. تبریک باز مگویم، سه باره تبریک مگویم. تبریک باز، خیلی خوبه. دمش اینی که الان گفتید راه حلش چیه؟ بله، البته من محلول تصفیه این آب رو درست کردم، الان همراه خودم دارم، ولی متاسفانه به اندازه یک صبح تا شب جواب میده. درسته؟ میتونم بهتون بدم و امتحان بکنید، اگر از نتیجهش راضی بودید با هم یک قرارداد بلند مدت عجیبه. خواهیم بست. یعنی ممکنه اینا تبدیل به آدمیزاد بشن؟ من که باور نمیکنم. بله بفرمایید. شما با هم چی وایگولیز؟ من براتون توضیح میدم. ایشون یه محلولی دارن که تمام اهالی برره از امشب باید به آب آشامیدنشون اضافه بکنن، بخورن که حالا یه اتفاقی بیفته ببین بعدن چی میشه. که چی بشه؟ خب که از این رو به اون رو بشین ان شاء الله. بعدون رو. اون رو. ها ای اون رو که و گفتی پول و پلم توش و اصلا همه چی اونجاست. اون همه چی خوبه. این خوبه. خب خب بعد مریض فقط قابلی نداره ها، ولی بده دیگه کیانو پولشو بهش بده دیگه. من چه به من چه ربطی داره قربون؟ مگه تو مادر خرج نیستی؟ خب بده دیگه. چرا اون مال عروسی شب عروسی من مادر خرج به الان چه ربطی داره؟ آب رو ریزی نوک و پولشو بده. دامادتون چقدر خسیس بید. زود باش پول بده. چقدر میشه استاد؟ ببخشید قابلی نداره اصلا، یعنی روی علم نمیشه قیمتی گذاشت. اون که ساعت در ساعت. بله بفرمایید. بله 200 تومن. بله عرض کردم 200 تومن اگرم ندارید من میتونم زحمت کم بکنم. نه خواهش میکنم. بله شما جانم بفرم. ببخشید این گوشه نداره، اگر ممکنه عوضش بکنید. شرمنده هستم، تاثیر آب برره است. بفرمایید. مبارکه. باشه شما اینا برچه همه نیششون تا پس کلشون بازه، برچه همه مؤدب و سربزیر شدن اینا. من نبدونم چه میشه. من امروز فقط علقیر تک بازی میخوام از اینا. او جونور چه مرگشه؟ برای چی زمزمه میکنه برای خودش؟ او چشه؟ این جوون مظلوم و آروم بود یاور خان، فکر بکنم عاشق بشده. ای آروم و سربزیر ها. کتا کلا امروز چند نفره تیغ زدی؟ کست ما عشق بید و کاسبی ما عاشقی. وقتی تیغی به قلب وخره رنگی وچی که به رنگ عشق. منه داری دست میندازی؟ بندازم تو بازداشتگاه شمپت. تو مرام عاشقی فقط معشوق بید که عاشقو دست بندازه، که اونم غنیمتی بید. اینا همه کار تو هستا، تو لابد به اینا لاپورت دادی. به من چه ربی داشت؟ من از صبح تا حالا پیش خودت بیدم، لاپورت کجا بردادم؟ بدم حلقه تا. من نمیدونم چه. با اینجا نگاه بکن ببین چی بردادم. مرگ خودم اگه بزرم دست تو جیبت بکنی. من دخل چقدر قشه؟ نه خجالت بکشیم. اگه من بزرم کسی حساب بکنه. همه تو بچه اینه دعواشون نشد پس. من نبدونم. ببینم پسر. جونم اوسا. امروز چند نفر چای نخود مهمان وکردی؟ ها تا حالا شده بید 12 نفر. ها حواستو خوب جمع بکن. تا 50 نفر چای نخود مهمان نوکردی کرکدن رو نوکش باید. چاشم اوسا چاش. الان دعواشون بشت. حالا نگاه بکنم دعوا بکنم. سب بکن. خب حالا سب بکنم. همه اینا زیر سر کتکالای شمپت هستم. جلوی همه دیوار جندل بری تو رو میگیرم تیربارانت میکنم. من چه رفتی داشته بیرم؟ هر بزن من خوشرف بیشتر وقت ندارم. خوشرف بیشتر وقت ندارم. حواست باشا. خواه خواهش من ببینم من چای نخود بده ببینم آقا. چه خوشی.
چقدر خوب بیدید شما. وای 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 جوان من وای 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 بغل من وای 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 چقدر خوب بید. شیفرهاد شیفرهاد سلام به روی شوهر ماه مهربانم. با منی؟ خب پس چه من با کی اینطوری حرف بزنم؟ و یا برات صبحانه و یا بردم؟ حس میزدم دارم خواب میبینم. نه تو خواب نبیدی، تو این چشماته که باور کردی شکوفه ها با تو گل و دادند، پرنده ها آواز و خواندند. چرا اینجوری شدی؟ من کار بدی کردم؟ نه تو فرشته مهربان زندگی من بیدی، تو امید بیدی، تو زندگی بیدی. سرت به جایی خورده؟ با کسی دعوا کردی سر صبحی؟ نه من این صبح اولین لیوان آبی که بخوردم یهو عشق تو در دلم قلمبه و شد، من از عشق تو سرریز بیدم. آها مال اون محلوله است؟ خب وگو هم که خودت صبحانتو بخوری یا من برات لقمه بگیرم. نه خودم میخورم، شما زحمتتون میشه حالا. نه چه زحمتی، همه زحمات دنیا فدای یک نگاه تو ای شور زندگی من. من این وجودم بی تو اصلا بی‌معنی بید، تو گل روز سرخ هلندی من بیدی ای نوچوفسکو، ای شکوفه درخت های گیلاس در فصل بهار. مرا عاشقی وای زهر مار ببرو صدای نکبت تا خونه یک پرونده درست میکنی تحت عنوان بازی با احساسات جوانان و بدآموزی. تو متهمشون وقت چی بید؟ بگور بگور که گناه داشته اون انسان به این خوبی. تو اصلا چطور دلت بد اونو وندازی گوشه این زندون؟ اون عین هوی گنجیش که توی قفس بمونه من دلم براش وزنه. ببند ببند اون دهن گشادتا، ببند دهن گشادتا. کاری داره ببخشید رادیو بیا. سلام علیکم یاورداشی، خوب بیدی؟ تو خوب بیدی داشی؟ حالتون خوب بید؟ ای همه بگور شاعره؟ ها خودش بی، چقدر مهربون و شده نگاش بکن. میگم ها یک شعر بخون ببینم. شعر بخونم؟ وی اومدم وی اومدم داشی جون، وی اومدم داشی جون، وی اومدم و خندونم. خوب بی داشی؟ تو خوب بیدی داشی؟ خیلی خوب بی، خیلی قشنگ، اینو گنجیشک بخونه نگاه. کار نداری یاور داشی؟ مرخصی زد زیاد. چقدر قشنگ و خونده. ببند حلقه تا تو لاپورت دادی به اینا، من میفهمم لاپورت دادن، لاپورت دادن خیلی کار بدی بید. خب ها سلام یاورتون. سلام. ها سلام دو براده. عجب ستاره های قشنگی بید. یعنی میبینه باید به خوب نگاه بکنن و بینه دیگه. دارم ستاره ها رو رصد بکنم یاورتون، خیلی قشنگ بید. خیلی قشنگ. یعنی خدا توبه. عاشق شیم چاچم، ببخشین زحمتتون ندادم، ولی چه بکنم این سالار خان از صبح نشسته بی تای تاریخ براره مرور بکن. منم دلم وپوکید و گفتم ویان پیش شاخ شیم چاچم دلم واز بشه. ای خوربونت بریم شما دونه جا خوربونه، اون حرف زدنت حرف بزنی من کیف بکنم. این حرفا چی بید؟ اینقدر دلم برا تنگ شده بید که نگ شام منتظرت بیدم. نه دیگه، ماد که همیشه ویان پیش شما، شما تشریف برایرین یه بار پیش ما. وای حرفا چی بید؟ ما و شما این حرفا رو داشته بیدی؟ میگم فکر نبر کنی وقت افتت وشه بیای بالا برره، این فکر رو اصلا نبر کن. خب وزنی که آدم ناراحت وشه شاخ شمشاد جان. خب همین شیر فرهاد ما که بنزه کافی شما رو زحمت بده، ما دیگه رومون نوشه. الهی قربونش برم، الهی قربونش برم. فر
حرف شیر فرهاد منو نمزنی. همین شیر فرهاد بیت خودمونیم، این لیلون کجکله ما رو وگره. آهش بکنم این حرفا رو نمزن که واقعا دیگه بد بیت دیگه. این شیر فرهاد بی سواد منو لیلان جانم جمع و جورش ور کرد. این لیلان جان فداد وش من. اینا که همه وگویی، اینا همه در حد شیر فرهاد من بید. همه با کلاس تحصیل کرده. خوشتیم الهی قربونش بره. شما که لطف داشته بیدیم، ولی اینا که همه وعدانن که مال لیلان بید واقعا. ای قربونش بشه. ولی آمد خوبی دختر گلم بیدا. شما نمیخوای خالی زنک بازیاتون رو جمع بکنیم؟ راست وگوه دخترک، راست وگوه من دیگه باز زحمت کم بکنم. لیلا جان نوه بینی، ما مهمون داریم مادر جون. خب حق و داره، من زحمت کم بکنم. سلامت خواهیم بکنم. لیلا جان شما از شیر فرهاد خبر نوه داریم؟ ببخشید خانم، شما عروس گرفتی یا به پایش به سر دست پچولفتیتون؟ من چه میدونم کجاست، خودتون باید حواشو داشته باشین. حتما همیالان داره تو مزرعه میپلکه. بفرمایید. راست وگوه ببخشید خیلی مزاحم و شدید. من شهربنده میدم. ببخشید شادی اونجا، من شهربنده میدم. حوصله نداشتم. دختر آخه این چه رفتار بید؟ آدم با مادر شوهرش همچین رفتاری بکنه؟ من اعصاب نداشته بیدم. قرقر نمیدم. حتما دوباره قربتی رو میخواهیم چند بریزن اینجا. چه حرفا بزنه آبرمون وبرد فای. بزن بازه شیفر، من دیگه خسته شدم. از کتوکول افتادم دیگه نمیتونم، نه نداره. این حرفو نوزن داماد خوب خانواده. الهی قربونت وشم، کار مال مرد بید، داماد خوب خانواده ما. بابا الان یه 4 ساعت ما داریم یه کله بیل میزنیم، من دیگه نا ندارم، خسته شو، مثلا بیل زدم بلد نیستم. الهی قربونت برم که مثل خورشید به خانواده ما تابیدی. ای داماد خوب خانواده، نویاد او روزی که دست از سر خانواده ما یه وقت ور بداری. نه وزن خسته شد. بعد از اینجا باید بریم مزرعه سردار خانم بیل بزنیم. دیگه مزرعه سردار دیگه چرا؟ تو رفاقت سرت نبشه، تو انسانیت سرت نبشه، ما میریم آنجارم بیل بزنیم. من سرم نمیشه این چیزا، نمیشه دوباره بریم بشینیم به آسمون نگاه کنیم، بارون بیاد مسیر آبو تغییر کنیم. نه این حرفو نبزن کیانوش جان، کار مال مرد بیده. نودانی چه لذتی داره ای شر و شر عرق وریزد آدم، همه ی لذت زندگی توی ای بیده. شما نه خوب بزن. شدنتون مثل آدمی زاده، نه بد شدنتون. شما دوسته چه غلطی دارین میکنی؟ سلام علیکم، داریم کار بکنیم، داریم بیل بزنیم، بعدش هم اینجا را همه را با شیلنگ آبیاری بکنیم. امروز همه دست به یکی کردن که من سکته بدن. هر روز بیان اینجا میشینید، چشتون رو میگیرید، به آسمون، به در و دیوار نگاه میکنید، هیچ غلطی هم نمیکنید. امروز برای من کارکن شدید شما. همه ی لذت زندگی به ای عرق پیشانی بید، نودانی چه لذتی بدار. البته علافی بیکاری رو درست کردی؟ تشکیل بدادم، کامل بیده. وزن پس شما امروز دست به یکی کردین که منو مچل کنین. مچل کردن مأمور قانون در حین انجام وظیفه، حواستون باشه. یه چند تا بیل در خدمتتان باشیم. بده من ببینم اون بیلا. تو اینه بدم نیست، اسلحه خوش دستی می باشه. قشنگ بیده. قشنگ بیده. خیلی قشنگ بید. باشا مثل ماهی بیدی و من آسمان بیدم.
آخی نگاه بکن چه قشنگ بخونه، چقدر حیوانکی بید. آخی دلم واسش بس میزه. حیوانکی من بدبخ هستم که شب شده هنوز از دونه متهمم گیر نیاوردم. پرونده رو درست کن. خب نخواهی منو معرفی بکنی، خود ارتقا درجه بگیری ها. نه آخه شب پرت و چربت، من اگر تو رو معرفی کنم کجا فوش هم نصر من نمی کنن، درجه به من میدن. درست کن پرونده را. راز بگوی ها، راز بگوی. درست کن پرونده را. متهم سردار بالا بره را. اتهام رشوه به مامور دولت در حین انجام وظیفه. استادت هم خفه کن. سلام علیکم. خب جناب آقای سردار خان، الان من با این بچه شمپند شما چیکار کنم؟ الان چیکار کنی یا برجان؟ تیر بارونش کن بره. خب مگه قدر کرده که تیر بارونش کنیم؟ آدم کشته بندازی زندان. نه اونقدر خب دیگه به هر حال چیز نیست که اینه بندازین حبس، با یک جریمه حل میشه قضیه. اتفاقا این باید بره حبس تا آدم بشه یا برجان. میگم یک جریمه نقدی بده حل میشه قضیه. اصلا حرفشم نزن، این باید بره زندان آدم بشه یا ورجان. 100 تومن، با 100 تومن کافیه ایشونه میتونه برداری ببری. قربونت برم یا ورجان، این هیکلش اصلا 10 تومن میارزه که من بیام 100 تومن بابتش پول بدم؟ بابا 10 تومنه بده، اصلا 10 تومنه بده، بگر نه این امشب نگه میدارم. اصلا حرفشو نزن، پسری که از حالا پاش توی جاندارمری باز بشه همون بهتر که تا آخر عمرش توی زندان بمونه. خب 50 تومن بده. اصلا حرفشو نزن، ازت خواهش میکنن تو تربیت این بچم شما دخالت نکن. آره قربونه. آره خب ده تومن چیز کن. نگاه همون 3 تومن کافیه. یک تومن بده، یک پولی بده لاغل باید. نگاه رو چرای نکارتا، تو نداره داده بودی به این، من میفهمم. من که از صبح بر دل خودت میدم جیگر. بکش کنار، من شما را آخر میکشم. من شما برای رئی دیوانم. آخه بر چی شما اینجوری شدی؟ خب من برای چی امروز شما باید آخه آدم بشدی؟ منو وکش، منو وزن یاور، اگه دلت خونک بشه منو وکش. خب قربان تو سالار جان، خیلی ممنون. دیگه قابل تعارف نیست، بفرمایید. باشه من قبلش چند تا عرض داشتم. من یکی قربون تو داماد خوبم ورم. بفرما وگو قربونت ورم. ببخشید هیچ کدوم از خانوما و آقایی نمیدونم من چرا تو این خراب شده موندم. نه شرمنده. خیلی خوبه، به دلیل این عدم آگاهی نفری 20 تومن لطفا به من بدین. چشم ببخشید، مگه شما نگفتین که من مادر خرج هستم؟ پس نفری 50 تومن دیگه هم بدین. جان بخواد دیگه چی پسر گلم؟ دیگه چی؟ نفری 20 تومن هم اینجوری بدین. اونم چند بفهم. جوری دیگه بلد نیستم من. من یه مطلبی رو میخواستم عرض بکنم. خواهش میکنم. ای که مگه آدم با دست غذا بخورد؟ مگه شما مثلا با قاشق و چنگل و اینا هم بلدین؟ خب آقا کیانوش شما یادمون وزین. خب بگو ما یاد بگیریم. قاشق رو هر داریم؟ قاشق رو هر داریم؟ قاشق رو هر داریم؟ سرزو بفرمو این جوریه. یا باشو تو خواست آی قربونه برم چی سوال دست شما از دوم دقت بکنی اینه اینجوری عزیبه؟ بله اینطوری آی وای افتاده میدم که همش بریزه. ای توی قلقل بخوره. چه خوشمزه‌ای. من وجدان شیر فرهاد به عنوان پیشکسوت وجدان ها
به همه شما خوش آمد و گوه. خوشحال بیدم که هم از خواب سنگینتان بیدار بشدید و ما توانستیم برای اولین بار دور هم جمع بشیم. من خواهش بکنم یکی یکی خودتان را معرفی بکنید. من وجدان شادونه بیدم. منم وجدان شاخ شمشاد بیدم. من وجدان لیلون بیدم. روم سیاه بود که این دختر اینقدر سرتق شده بید. من وجدان سهرناز بیدم. من وجدان سالار جون بیدم تیگر. منم وجدان سردار خان بودم. خیلی خوش آمدید. اون کی بیده ای تنشسته بیده برا خودش؟ من وجدان دوبرره بیدم، یک مسافر. سلام مسافر. خب حالا بریم سر دستور جلسه امروز. چه نگوید برای خودتان؟ این نفس خبیث کیوون بید. فکر وکردید من مرده بیدم که وزارم اینا به زندگی کسالت بارشان ادامه ودن؟ من همی الان ورم همشان را از را به در وکنم. نه تو این کارا نوکنی. چرا من این کارا وکنم؟ اینه وگیریدش نزارید وردا. امروز همینجور نشسته بیدم تاریخ برره دوره وکردم. مگه شما سواد داری سالار خان؟ نه سردار جان، عکساشو دوره وکردم. خب پس زندگی خوش میگذره. ای بابا چه خوشی، چه کشکی، چه دوغی، حسرم داره سر بره. منو بگو امروز چی کار کردم. خودم به دست خودم بردم کیمون تحویل یاور تغلول دادم. هی خواستم خوشگه حساب کنم نه. بگویم شادونه جان، زن برادر بلور رو بدیدی؟ اینقدر خانوم بید، اینقدر کمالات داشته بید که نبگو. بگویم شاخ شمشاد جان، مادر شوهر بلور بدیدی؟ وای اینقدر خوش صحبت بید، اینقدر خوش صحبت بید که نبگو، آدم حال مکنه. شادونو جان بگوام خواهر بلقیس رو نودیدی، نوچوفسکو درست بکنه این ما. بخن الان نخن. خب گریه هم میتونی بکنی؟ بلدم. تو چرا اینجوری شدی؟ هرچی من میگم گوش میکنی؟ خب چه بکنم؟ تو مرد من بیدی، تو امید زندگانی من بیدی، تو این چهچه بلبلانه عاشق عشق بیدی. حقم و داری، من خودم هم حالم از خودم به هم بخوره، ولی خب چه بکنم؟ تو این امید زندگانی من بیدی، عشق امروز و دیروز فردای من بیدی. حواستو جمع کن، اگه یه بار دیگه جلوی جمع خندی من میدونم با تو. چشم. اگه یه بار دیگه قبل از من برای اون مواد قضا و کشیم من میدونم با تو. ای چشم. اگه یه بار دیگه این خواهر اینقدر خودشو جلوی من برای شوهرش لوس بکنه من میدونم با تو. ای چشم. اگه یه بار دیگه اینقدر مثل مردای چلمنگ ضعیف بی جور بزه و گویی چشم، من میدونم با تو. چشم. تو هم شکل فنچ بیدی مرغ عشق. عزیزم بفرمایید، جای دانشمند در خدمتتون باشیم. بفرمایید. بسیار زیباست، میبینم که حسابی از این رو به اون رو شدین و حسابی دارین کیف میکنین. خیلی. من یه کارتون از این محلولای تصفیه آوردم که اگر دوست داشته باشید بریم پای قرارداد دیگه. فکر نکنید بهتر بید که خانم ها ما رو با آقای دانشمند برای عقص قرارداد تنها بگذارن. سالار جان درست میگن. خانم ها لطفا بفرمایید بیرون که ما عقد قرارداد رو انجام بدیم. سیاه. بگوام شیفرهات. اگه اجازه بدی یک مشتمال جانانه ی آقای دانشمند رو بدیم. منم موافق بیدم. منم موافق. نه اون کارتون کاملا بد آموزی داره. اجازه بدی. سردار قزا. های وکردی. خب ما این بیدیم دیگه.
عجیبی. پول وردی. پول چی؟ پول زور وردی دی. برو. ببخشید برنامه امروز چیه؟ امروز رویش گیاه نخود داریم. خب این حرکت قشنگ شما چه تأثیری در فرایند رشد داره؟ ما به رویش این گیاه کمک بکنیم. ببین آخه مسئله اینه، ببند دهنت، حواست به کارت باشه. نفهمی برو پایین. برو پایین، پیچش بده. چرا من تو این خراب شده موندم؟ تو باز داری به اوجا نگاه بکنی؟ به این سوراخه؟ بله. خب این چیه تو نگاه بکنی؟ این اون بره. هایی که الان گفتی یعنی چه؟ یعنی اینکه یه سری آدم اون برنشستان دارن ما رو نگاه میکنن. اون بره ای؟ آره. از شما نودانی ای خانواده ما چی بخون؟ شما نودانی ای چرا دست از سر خانواده ما ور نوداره؟ الان اینایی که گفتم رفت او بر؟ بله.